قطع کن، قطع کن آهنگو. آهنگو ناسلامتی حاج قاسم سلیمانی به دیار درک شتافته، بعد شما آهنگ میذاری؟ درسته که حاج قاسم به آرزوش رسید، اینشالله که خود مقام عظما و همه سردارای سپاه و بسیج و قس علازالک به زودی توی یکی از همین ماشینا به مقام رفیع ترکیدن نائل بشن، هم خودشون به آرزوشون برسن، هم جهانی رو شاد بکنن. حالا دسته بالا، دسته بالا، دسته همه دست، اسکل، دسته دسته بالا بریم. تا گفتم دسته بالا تسلیم، همه دستا رو بردیم بالا. حالا بگم برین عراق و سوریه، همه کلاتون رو میکنید تو جوراباتون، ها؟ امنر. البته من اینو باید گفته باشم، ما انتقام بسیار سختی خواهیم گرفت. یعنی ما اگه اراده کنیم تمام پایگاه های دشمن در تیرسمون. اما مشکل اینجاست که ارزش پاسخگویی رو ندارن. یعنی مال این صحبت ها نیست. اصلا خیت ما بریم با اینا درگیر شیم، اصلا جاهل افتاره اصلا. میدونی که حقیقت آره اینجوری، حاج قاسم سلیمانی رو دادیم، مقام عظما رو هم میدیم. حالا ما کی رو از اینا بگیریم که در حد و اندازه حاج قاسم باشه؟ قبول داری؟ فعلا اجالتا شما اینو داشته باش. ضمن عرض تبریک به مناسبت هلاکت با سعادت و میرزا قاسمی شدن حاج قاسم سلیمانی، نوحه‌ای رو تقدیم پیشبند مقام عظما میکنم. آورد خبر عظما از اطراف فرودگاه، هنگام سپیده قاسم ترکیده. چشم و دلتون روشن سه هیچ به نفع دشمن، اوزا شده داغون عظمان که پریشون. این یکی رو گوش کنم. حاجی قاسم سلیمونی میرفتی بغداد به مهمونی، که بند تو لبنان و سوریه موشک و بمب ترکونی. آه موشک و بمب ترکونی. ولی از دست روزگار کله و پاچت رفت و تا قار، ز قصه عظمای وافوری شده زار و خفیف و خارا، شده زار و خفیف و خار. بیا همه تو فرودگاه لاشه کشونه، ابو مهدی هم با هاشونه، عظما هم هی روزه میخونه، که چقدر من فشل شدم. که چقدر من فشل شدم. که چقدر منی. نزن آقا نزن. چی رو میزنی آقا؟ واسا آخه اون الدنگی که میره تو سفارت رو دیوارش مینویسه رهبر من قاسم سلیمانی، فکر اینجاشو نکرده بود؟ حالا ما باید مثل لوله آفتابه اینجا گریه کنیم؟ نمیشه که آخه. آقا عظما با عزت، آقا بذار اون آهنگو، اینجوری اصلا حس منتقل نمیشه. با آهنگ میخوایم حس منتقل کنیم. بیا شما گریه تو بکن، شما گریه تو بکن. آقا عظما بذار. گریه. و من چقدر ناراحتم از این.